جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، این شخصیت 71 ساله بلند بالا با موی سپید خود طی 18 ماه گذشته به صورت شخصیتی آشنا در گفتگوهای هسته‌ای ایران ظاهر می شود. هنگامی که در جلسه مذاکرات نیست، غالبا از هتل بیرون می رود تا قدمی بزند، دوچرخه سواری کند و هوایی بخورد. اما محافظان مسلح هم از او غافل نمی شوند و مراقبش هستند. رسیدن به توافق هسته‌ای که مدت‌ها دست نیافتنی بوده، اوج شهرت وی در دوره خدمت وی خواهد بود. کری در سال 2004 میلادی تلاشی برای رفتن به کاخ سفید کرد، اما پس از شکست در انتخابات در سال 2013 سر از وزارت امور خارجه آمریکا درآورد. خودش میگوید پس از 29 سال خدمت در سنای آمریکا، حالا پایش را در کفش خانم هیلری کلینتون کرده است. کری فرزند یک دیپلمات است و دوره کودکی خود را در اروپا گذرانده است. بنابراین به زبان فرانسه تسلط دارد و با زبان‌های آلمانی و ایتالیایی نیز آشناست. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران. پس از اینکه جهان سالها شاهد قیافه‌های خشک و عبوس رهبران جمهوری اسلامی بود، حالا قیافه یک مقام خنده‌رو را می‌بیند که از سوی حسن روحانی رئیس جمهور به مأموریت سوئیس فرستاده شده است. جواد ظریف 55 ساله، تحصیل کرده آمریکا، مسلط به زبان انگلیسی است و نخستین وزیری است که عضو شبکه‌های اجتماعی توییتر و فیسبوک است، و این در حالی است که این دو شبکه اجتماعی در ایران ممنوع و غیر قابل دسترسی هستند. ظریف که فردی وفادار به انقلاب اسلامی است، بر این باور است که کشورش حق بهره‌گیری از نیروی هسته‌ای را دارد، اما دیدگاه‌های معتدلانه او با نظرات گروه‌های محافظه‌کار و تندروی رژیم در تضاد است. لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه. لوران فابیوس 68 ساله در مذاکرات هسته‌ای ایران وضع سخت‌تری از خود نشان داده است. این سیاستمدار شیک پوش، کهنه‌کار، بلند بالا در چندین مورد چوب لای چرخ امور گذاشته است که به خصوص یک مورد آن در سال 2013 بود که در گفتگوهای هسته ایران در ژنو پا در کفش جان کری کرد و با انتقاد علنی از پیمانی که میرفت به امضا برسد آن را معامله ضعیف خواند. منابع دیپلماتیک فابیوس را در زمینه امور ایران شخص بی تجربه ای می‌دانند. سرگی لاوراف، وزیر خارجه روسیه. سرگی لاوراف سیاستمدار کهنه‌کار با چهره اسرارآمیز، بیش از یک دهه است که سکان دیپلماسی روسیه را به دست گرفته است. لاوراف مظهر سرسختی و ستیزجویی کشورش است که غالبا در شورای امنیت سازمان ملل نشان می‌دهد. почву для следующего раунда, который, конечно, این سیگاری قهار که پیش از رسیدن به مقام وزارت امور خارجه فرستاده ویژه روسیه در سازمان ملل بود و در این مقام با تهیه توماری بر ضد ممنوعیت استعمال دخانیات در ساختمان سازمان ملل به مبارزه برخاست. لاوراف برخلاف رهبران دیگر روسیه که با شوخ طبعی میانه خوشی ندارند، آدم شوخ طبعی است و در این حال فرمانبردار کرملین است. طی مدت خدمت خود توانسته است با وزیر خارجه آمریکا رابطه شغلی موثری برقرار کند، اما این رابطه پس از وقوع حوادث اوکراین به تیرگی گرایده است. وندی شرمن، رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکا. شرمن را زمانی با عنوان دیپلماتی با قدرت فوق‌العاده می‌شناختند. رفتار محکم و با وقار خانم شرمن در مذاکرات هسته‌ای ایران همه را تحت تاثیر قرار داده است. خانم شرمن در اصول فنی صنعت هسته‌ای و ساخت اسلحه اطلاعات فراوان دارد و در فاصله سالهای 1997 تا 2001 به عنوان هماهنگ کننده ویژه سیاست کره شمالی خدمت کرده است. او حتی توانست سفر تاریخی خانم مدلین آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، به کره شمالی را ترتیب دهد. و بالاخره کاترین اشتن، نماینده بلند پایه سابق اتحادیه اروپا. تا پیش از انتخاب فدریکا ماگرینی به عنوان رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کاترین اشتن به عنوان نماینده اروپا نقش تعیین کننده ای در مذاکرات داشت. کاترین اشتن 59 ساله که تا سال 2009 فردی گمنام در سیاست بود، با ارتقا به مقام رئیس امور سیاسی اتحادیه اروپا به شهرت رسید و اگرچه در ابتدا منتقدان او را فاقد قدرت و نفوذ لازم برای تصدی چنین پستی می‌دانستند، اما وی به زودی با نشان دادن مهارت و زبردستی خود در انجام وظایف مربوطه به گفتگوهای هسته‌ای ایران و دیگر مسائل مهم تحسین همگان را برانگیخت. While we've made tangible progress on some of the issues. یگانه یرسباران، صدای آمریکا.